مختلف شکل بگیره و ما شاهد این باشیم که بحث مقاوم سازی یکی از دغدغه‌هایی باشه که ما داشته باشیم و بتونیم پروژه هایی رو که ساختیم در سنوات گذشته، چرا که پس از سالها ما آیین‌نامه ها نشریاتمون به روز رسانی میشه، به تبع پروژه های ما هم نیاز داره که بسی که جو ساختمونایی که الان ساخته میشه از نظر وضعیت ایمنی و مقاومت و عمر. ببینید نکته ای که وجود داره اینه که من توی صحبتام عرض کردم که ما از سال 90 سه نشریه رو برای بیمارستان‌هامون به روز رسانی کردیم و اومدیم نشریات جدید رو گذاشتیم. به تبع آیین‌نامه 2800 که یکی از هندبوک‌های مهندسین عمران هست، الان داره ویرایش پنجش داره نهایی میشه توسط مرکز تحقیقات که یک اتفاق ارزشمنده. به تبع کلیه مشاورین و پیمانکاران ما مکلفند که بر اساس آخرین آیین‌نامه و نشریات اقدامات اجراییشون رو انجام بدن. ما هم به تبع یکی از بازوان اجرای دولت مکلفیم که بر اساس آخرین آیین‌نامه ها و مقررات کارهای فنیمون رو انجام بدیم. تمام پروژه هایی که الان ما طراحی میکنیم و اجرا میکنیم بر اساس آخرین آیین‌نامه های تایید شده مراکز مهم علمی کشوره، چون هر نشریه ای توسط سازمان برنامه بودجه یا به تایید مرکز تحقیقات رسیده به تبع، و ما که منابع دولتی رو برای پروژه هامون در نظر میگیریم مکلفیم که از این آیین‌نامه ها استفاده کنیم. نمیتونیم بگیم آقا عمر مفیدش مثلا 50 ساله 100 ساله. به تبع تا زمانی که ما طراحیمون بر اساس آخرین آیین‌نامه هاست نمیتونیم بگیم آقا 100 ساله. برای چی بگیم 100؟ ما میتونیم پروژه هامون رو استفاده کنیم همینطور.